بازسازی ها داره اتفاق میفته، تمایلشون به استفاده از این محصول هم در واقع افزایش پیدا کرده. پس این رو هم باید بهش توجه کنیم. در مجموع محصول در واقع پردردسری نیست، در واقع اون موانع خاص و عجیب و غریب براش وجود نداره. کارگاه های مختلفی هم داریم، یعنی مثلا اون کارخونه هایی که خب کارخونه هایی هستن بزرگ و حالا برند های مطرحی هستن، خب تولیدات خودشون رو دارن، بخش بازرگانی دارن که اگر بخوان صادر کنن خب اون بخشش این کار داره انجام میده. اما ما در این حال این هم جز محصولاتیه که چون در سنت ما، یعنی در کسب و کار سنتی ما این محصول وجود داشت، خب کارگاه های کوچک و کارگاه سنتی هم در کنار این در واقع محصول وجود داره و تاجر ما اگر بخواد در واقع محصولش رو تامین کنه میتونه به این کارگاه ها توجه کنه، یعنی به این قسمت در واقع توجه کنه که اصلا نیاز نیست سراغ مثلا یک کارخونه بزرگ بره، میتونه بره سراغ در واقع این کارگاه ها و محصولش رو از اونجا تامین کنه و حداقلش اینه که بازارهای اطراف رو میتونه پوشش مناسبی بده و سود مناسبی رو هم از اینجا به دست بیاره. پس توجه ما توی این بخش باید در نظر گرفتن چنین پارامترهایی باشه. باز حالا من ببینم نکته دیگه هم هست که توی این قضیه به شما اشاره کنیم. پس در مجموع من اگر بخوام حالا تک به تک نام ببرم، بیشترین میزان پتانسیل صادراتی آجرها میتونن کشورهایی مثل قزاقستان باشن، کشوری مثل اوکراین باشه، عراق باشه، قطر باشه، امارات باشه، اینا تو اروپا، حتی آلمان، بلغارستان، ایتالیا، اینا کشورهایی هستند که ظرفیت مناسبی دارن. البته اشاره شد در بحث کشورهایی که نیاز به بازسازی دارن، خب اینا باید توجه دیگه ویژه به این کشورها بشه. قطر، قزاقستان، امارات، تاجیکستان، حتی اینا در واقع کشورهایی هستند که توی این حوزه باید بهشون توجه کنیم. خب این دیگه مبحث امروز ما در مورد دو محصول، حالا آجر نسوز و خاکای نسوز، که حالا خب که محصول طبیعی یا جز منابع طبیعی ماست و ماده معدنی محسوب میشه، حالا اولویت با آجر نسوز به عنوان یک محصولی که فراوری شده است و ارزش افزوده میتونه بالایی برای ما به ارمغان بیاره. خب یه مختصری هم بررسی کنیم وضعیت صادراتی کشور رو، اشاره کردیم حالا در جلسات قبل که ارزش در واقع صادرات غیر نفتی کشور ما الان توی این ماه دهم هستیم دیگه، 9 ماه اول سال، 9 ماه سال 99 بیشتر از الان 21 میلیارد دلار شده، عدد قابل توجهیه نسبتاً با توجه به شرایطی که حالا وجود داره، حالا تحریم ها و بعد بحث خود کرونا که باعث بسته شدن مرزها شد و مشکل بودن تبادلات در واقع مالی ما، عدد بدی نبوده، به هر حال رو به صعود بوده و اهم مقاصد صادراتی ایران رو هم اشاره کردیم، چین، عراق، امارات، ترکیه، افغانستان، 5 کشور اول هدف بودن. دقت بکنین، چین، عراق، امارات، ترکیه و افغانستان که خب صادرات ما بیشتر به این کشورها بوده، صادرات غیر نفتی ما. حالا این گزارشی هم که دارید مشاهده میکنید مال اتاق بازرگانی هست، منتشر شده، مال 8 ماه سال 99. حالا ان شاءالله گزارش جدیدتر هم منتشر بشه، ما حتما خدمت دوستان میاریم. اشاره بعدی ما به صادرات غیر نفتی ایران در همون 8 ماه امسال که گفتیم حدود 21 میلیارد دلار، بیشتر از 21 میلیارد دلار بوده،
و از این رقم حدود 20 میلیارد دلارش، یعنی بیشتر از 20 میلیارد دلار به 20 کشور اول هدف صادراتی ایران بوده و صادرات ایران به کشورهای همسایه‌اش، یعنی اون 15 کشور همسایه، حدود 13 میلیارد دلار، یعنی ما یه بازار 20 میلیارد دلاری داریم تقریبا دیگه. یعنی ما میتونیم حداقل این هدف رو به دست بیاریم، یعنی ظرفیت ما فعلا، یعنی اما بازار صادراتی به کشورهای همسایه یعنی ظرفیتش خیلی بیشتر از این حرف هاست. یعنی مجموع این 15 کشور همسایه ما شاید نزدیک به 1000 میلیارد دلار مجموعاً واردات دارن و سهم ما مثلا شاید در نهایت سال تموم بشه 20 تا 22 میلیارد دلار بشه. خیلی میتونه در واقع وسیع تر بشه، یعنی شما اون حجم واردات رو در نظر بگیرید. مثلا شما همین کشورهای دور خلیج فارس رو ببینید، کشورهای توانمندی نیستن اینا از لحاظ، درسته کشورهایی هستند که از لحاظ تکنولوژیک و اینا در ظاهر و زیر ساخت و پیشرفت کردن، اما اینا توانمندی تولید ندارن. علتش هم اینه که اینا اصلا نیروی انسانیش رو ندارن. یعنی شما تولید که میخوای بکنی، کارخونه وقتی تأسیس میکنی، زیر ساختای سنگین میخوای ایجاد کنی، خب نیاز به نیروهای فنی داره. اینا الان حتی تو بحث نظامی که میبینی جزء حساس‌ترین مباحث کشوراست، میرن یک وسیله در واقع تجهیزات نظامی میخرن، میرن در واقع مستشار از جای دیگه میارن که به اینا آموزش بده. یا حتی بعضن خلبان‌هاشون، یعنی خلبان مثلا یکی از پست‌های حساس تو هر کشوریه، یکی از مواردی بسیار مهم و امنیتی تو هر کشوریه، خلبانشون مثلا میبینیم مال کشور دیگه است. خب این به خاطر کمبود نیروی انسانی متخصصه. به خاطر اینا حالا تو بحث تولید نمیتونن حرفی برای گفتن داشته باشن و عمدتا بیشترین در واقع کارشون رو بحث وارداته و بیس در واقع بازرگانی و تجاری دارن. پس خوبه که کشور ما که پتانسیل تولید بالایی داره این بازارها رو در واقع دست کم نگیره و بلخص الان سه کشور سوریه، عراق و افغانستان که باید فعالیت‌های بازسازی رو انجام بدن، میشه در واقع بهشون توجه ویژه داشت که رو این بازارها کار کرد و صادرات رو به این کشورها گسترش داد. میبینید الان یکی از حالا جدیدترین گزارش‌هایی که تو بحث صادرات ایران به اروپا منتشر شده، تو بحث 10 ماهه در واقع سال 2020 هست، یعنی از بهمن ماه 98 تا آبان 99، یعنی حالا اون تاریخ میلادی شده در نظر گرفته، فقط 5 کشور اروپایی رو در نظر گرفته این گزارش که نزدیک به 9 میلیارد یورو ما صادرات داشتیم. بیش از 493 میلیون یورو ما صادرات داشتیم که نسبت به مدت مشابه سال قبل 7% افزایش نشون میده. ببین این شرایطیه که ما در سال 98، یعنی از اسفند به بعد دیگه درگیر چی بودیم؟ درگیر کرونا بودیم دیگه. یعنی خب خیلی از مرزها که اصلا چندی ما بسته بود و محدودیت‌های مختلف بود. عدد دقیقش هم اینجا میتونید ببینید. ما تو 10 ماه گذشته بیشتر از 223 میلیون یورو به آلمان فقط صادرات داشتیم، 110 میلیون یورو به هلند، بیشتر از 84 میلیون یورو به ایتالیا، 45 میلیون یورو به اسپانیا و 30 میلیون یورو به بلژیک صادرات داشتیم که بین 5-40% رشد بوده که حالا متوسطش بوده 7%. اینم باز در واقع نشون دهنده اینه که ما ظرفیت در واقع بیشتر از این هست، میشه حتی رو اروپا کار کرد. حالا رو جلسات قبلی که ما داشتیم در 10 جلسه گذشته و محصولات مختلفی رو معرفی کردیم که گفتیم اینا دیگه تو اروپا به خصوص تو کشورهایی که پس صنعتی ان دیگه زیاد بهشون توجه نمیشه تو بحث تولید، به خاطر همین اونا یعنی تو سیاست کلانشون دیگه تولید چنین محصولاتی نیست، ترجیح میدن وارد کنن. پس در واقع ما نباید بازارهای تو اروپا رو هم از دست بدیم. خب و البته من یکی دو تا گزارش کوتاه هم خدمت دوستان بدیم که خب یکیش البته خبر خوبی هم که الان دفعه منتشر شد، راه اندازی سویفت داخلی بوده بین بانک مرکزی ایران و سوریه که خب حالا یکی از راهکارهای مقابله با تحریم هم هست که این سویفت داخلی باعث میشه که مشکل نقل و انتقالات پول در واقع برطرف بشه و کسایی که به بازار سوریه توجه دارن خب این مشکلاتشون رو حل خواهد کرد. مورد بعدی هم که خب
حالا جمع اشاره شد در مورد صادرات، حالا من باز ببینم اگر باز نکته خاصی هست. حالا من تا سوال رو مطرح میکنم، باز اگر خبر جالب توجهی بود خدمت دوستان عرض میکنم. خب سوال این هفته هم این است که در صادرات آجرهای نسوز به چه نکاتی باید توجه کنیم؟ دو نکته رو دوستان نام ببرن. برای پاسخگویی هم که خب زحمت میکشن به آراد برندینگ اسلش کیوی مراجعه کنن. هر گونه سوال، مشاوره و راهنمایی در محصولات میخواستن در انتخاب محصول، حتی اگر دچار ابهام بودند، حتما با دوستان ما در آراد تماس بگیرن و از مشاوره عزیزان استفاده بکنن و بهره بگیرن. دوستان سوال دارن از الان میتونن سوالات خودشون رو به 3021-19 ارسال بکنن و ما تا حد توان پاسخگوی عزیزان حتما خواهیم بود. کلاس بعدی هم که حمل و نقل زمینی و ترانزیت هست، جناب مهندس حیاتی زحمتشون میکشن که حتما دوستان شرکت کنن و بهره ببرن. منتظر سوالات عزیزان هستم. منتظر سوالات عزیزان هستیم که به دستمون برسه تا پاسخگوی سوالات باشیم. البته یکی از خبرهای خوبی هم که بود حالا تو این هفته، بحث ایجاد یک مرکز دائمی تبادل فناوری بوده بین ایران و ترکیه. خب ما صادرات ایران به ترکیه در سال 98 بیشتر از 5 میلیارد در واقع دلار رسیده بوده و البته حدود 4 میلیارد خورده هم واردات داشتیم که البته تراز مثبت به نفع ایران بوده. بازار بسیار مناسبی است. ترکیه خیلی از محصولات رو نمیتونه تولید کنه، متریالش رو نداره. توانمندی ایران خیلی بیشتر هست و تو بعضی از محصولات که اصلا بومی ایرانه. در این حال هم ترکیه هم چیزای خوبی داره که خب این تبادله باعث میشه که خب شرایط مساعد بشه. خب یکی از دوستان پرسیدن که بله اشاره کردن در مورد صادرات ریلی، حالا خاک ها و برخی سنگ های معدنی از طریق ریلی به ترکمنستان و
مشکلاتی که به وجود اومد بله خب این مسئله هست، ما حالا اینو قبلا هم اشاره کردیم، بحث این تبادلات یه بخشش گفتیم به خاطر اون مسائل به وجود اومده است، به خاطر حالا مباحث مربوط به تحریم، یه سری مباحث به خاطر اختلافاتی هستش که دولت ها ممکنه با هم داشته باشن، اینا دیگه مسائل کلانه دیگه، یعنی اون کاریه که حالا وزارت امور خارجه، وزارت صمت، اینا با همکاری همدیگه باید حل و فصلش بکنن، یعنی چیزی نیستش که مثلا ما بخوایم در موردش صحبت بکنیم. و این موارد در مورد یک از دوستانم پرسیدن در مورد صادرات حالا محصولی، حالا بعضی از دوستان در مورد خرما پرسیدن، بحث این که پول رو چگونه دریافت بشه، اینا رو به صورت جزئی حتما با دوستان ما تو آراد تماس بگیرید که روند اصلا و البته فایلای آموزشی که دوستان ما تو آراد زحمت میکشن مهیا میکنن تو بحث دریافت پول که روشاش چجوریه، خود آراد مجموعه آراد برندین خب یه چنل جدا در سایت آپارات داره، اونجا هم فیلم های آموزشی آپلود شده است، حتما برید ببینید. و این بحث دریافت و اینا کارگزار صرافی ها هستن که معمولا و بعضی از کارگزاری ها که این کار میکنن، ضمن این که بله دوستان ما اشاره میکنن که بله کلاس اصلا انتقال ارز و صرافی هم ما داریم، چهارشنبه ها برگزار میشه، خب بله این هم خودش یه در واقع شرایطی است که دوستان ما تو آراد زحمت کشیدن و مهیا کردن و چهارشنبه ها این کلاس برگزار میشه. من الان دقیقا ساعتش هم خدمت دوستان میگم، بله چهارشنبه ها در واقع برگزار میشه ساعت 4:30 آقای دکتر شیشه‌گری بحث انتقال ارز و صرافی ها رو مطرح میکنن، اونجا توضیحات کامل رو ایشون میدن در مورد بحث حالا انتقال مالی، حالا چه ارسال پول، چه دریافت پول، حالا این کارموزهایی که این وسط گرفته میشه. شما همین در واقع آموزش رو برای همینه دیگه، یعنی آموزش هایی هستش که در خلال فرایند اصلا صادرات مثلا تحلیل کالا رو ما ارائه میدیم به خاطر اینه که شما بتونید انتخاب بکنید چه محصولی رو در واقع انتخاب بکنید، محصولاتی که اصلا بعضا شما حتی اسمش هم نشنیدید یا اصلا نمیدونید چنین محصولی هست یا اصلا مگه میشه فلان محصول رو هم صادر کرد، یعنی این هدفش اینه. در ادامه کلاسایی که خود آراد میذاره شما اگر دقت بکنید به عناوین کلاس ها دقیقا فرایند صادرات رو در واقع داره تشریح میکنه و شما مثلا فرض کنید کلاس دارید در مورد محاسبه مثلا هزینه حمل و اینکوترمز ها و چی ان اینا مثلا مکاتبات تجاری چطور باید این کارو انجام بدن، خب همین آموزش ها رو شما اگر با دقت دنبال بکنید مهارت های لازم رو به دست میارید، ضمن اینکه خود دوستانم در مجموعه زحمت میکشن و مشاورانی رو قرار دادن که دوستان تماس بگیرن و اطلاعات لازم رو در واقع کسب بکنن و توی این بحث وقتی میخوان وارد بشن دیگه کاملا مسلح و با مهارت وارد بحث تجارت و بیزینس بشن. خب باز ببینیم سوال، ضمن که من یه نکته ای رو هم باز اشاره کنم، بعضی از دوستان مثل اینکه حالا حین توضیحات نتشون مثلا دچار مشکل شده بوده نشنیدن بعضی از توضیحات رو، این فایل ها دوستان باز زحمت میکشن این فایل هایی که ما الان توضیح میدیم رو ضبط میکنن در آپارات آراد برندینگ اونجا آپلود میکنن، یعنی الان کلاس قبلی ما هم هست، شما میتونید تشریف ببرید تو همون آپارات و آراد برندینگ اونجا سرچ کنید و کلاس ها رو اونجا ببینید و بهره بگیرید از کلاس ها و انشالله که مفید به فایده باشه. خب من آرزوی موفقیت دارم برای عزیزان، امیدوارم که در مسیر تجارت، بیزینس و کسب و کار موفق باشید و قطعا بدونید اگر با مهارت ها آشنا بشید، سوادتون رو در این حوزه بالا ببرید و از مشاوره های عزیزان ما تو مجموعه آراد هم استفاده کنید براتون مشکلی پیش نمیاد. صادرات
مثل هر بیزینس دیگری نیاز به مسلح شدن داره، به مهارت داره، نیاز به صبر داره، نیاز به خرد داره که شما مطمئن باشید با صبر و تفکر و آموزش درست در این عرصه هم میتونید موفق باشید. آرزوی سلامتی و توفیق روزافزون دارم برای عزیزان. انشالله تا جلسه آینده که دوباره همدیگر رو ببینیم و کالای دیگری رو مورد بررسی قرار بدیم، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خسته نباشید، خدا نگهدارتون.